چالش فوتبالیست های آهنین. انگلتون باشه قبلا توی شبکه ایسه یه ویژه برنامه پخش می‌شد که اسمش مردان آهنین بود و اینجوری بود که یک چالش رو باید چند نفر انجام میدادن همزمان، هر کسی که زودتر میتونست به خط پایان برسه و اون چالش رو انجام بده برنده این رقابت می‌شد. و توی این ویدیو 4 تا از بهترین بازیکن‌های دنیا یعنی مسی، رونالدو، امباپه و هالند آوردیم و باید همچون مردان آهنین از این 4 تا چالش عبور کنن. شوت به پرچم کرنر، گل از کرنر بدون دروازه‌بان و سه بار شوت به تیرک. هر کسی که زودتر به خط پایان برسه اون فرد برنده رقابت خواهد بود. سلام و درود خدا بر شما باد. برای اینکه تقلد نشه و کسی زودتر از کسی دیگه بازی انجام نده، من یه گردونه تدارک دیدم که هر 4 تا بازیکن رو وارد کردم و گردونه رو میچرخونیم. هر بازیکن اسمش زودتر در بیاد میره واسه یه چالش و یک تعداد فرصت محدود برای هر چالش در نظر گرفته شده. پرچم کرنر 3 فرصت، گل از کرنر بدون دروازه‌بان 3 فرصت و چالش تیرک فرصت نداره. به خاطر اینکه هر 3 تا ضربه که میزنن باید پشت سر هم به تیرک برخورد کنه. برای اولین بار گردونه رو میچرخونیم ببینیم که چه کسی در میاد و شانس کی بهتره. لیونل مسی. مسی اولین بازیکنی بود که باید چالش پرچم کرنر رو امتحان می‌کرد. خیلی خوب، حالا لیونل مسی میره واسه اولین چانسش اونجایی که پرچم کرنر رو داره می‌بینه که داره تکون می‌خوره. مسی باید اون پرچم رو به تکون در بیاورد. وای 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 چقدر قشنگ زد. نه چی مسی میزنه احساس بکنم. یکم فکر کنم باید چپتر بگیری بعد مثلا اینو پر کنی. زیادم پر کردی. بذار بزن حالا ببین کجا میره. وای وای میخوره میخوره. نه بار دیگر مسی سمت چپ رو هدف گرفته. این بار به نظرم جدی مسی میزنه. این بار زده. زد می زد 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 یا نه. خیر مسی توی جدول فرصت خودش رو دست میده و میریم سراغ بازیکن بعدی. گردونه رو میشه خوب و میریم سراغ مرد آهنی دیگر و اون کسی نیست جز کریستیانو رونالدو. حالا نوبت کریستیانو رونالدو رسیده بود که چالش پرچم کرنر رو امتحان بکنه. رونالدو این بار پرچم سمت چپ رو هدف گرفته. ببینید که پرچم سمت چپ رو میتونه به صدا و حرکت در بیاره. رونالدو یا این که نقشنگ زد بیرون. آقای رونالدو اگه میخوای جزء مردان آهنین بشی به نظر من یه جوری بزنی که توپ زمین نخوره، فقط اونجایی که داره میرسه بخوره زمین. آها خوب زدی خوب زدی خوب زدی خوب زدی بیرون. آقای رونالدو خان این بار رو بزن. حالا اونور که نشد ولی این بار رو بزن. آقا من مستقیم بگیر پرش کن دیگه اینو. وای 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 نه موضوع برای گردونه رو میشه رو تا بازیکن بعدی در میاد و اون کسی نیست جز ارلینگ هالند. هالند هم وارد چالش میشه و پرچم کرنر رو امتحان میکنه. میشه واقعا هالند بعیده بزنه به خاطر اینکه اوورالش 61 قدرت ضربه کاشتهش و اینکه آقای دیبرونی برو کنار اینجا وای نست. حاجی میزنه هالند یا نه؟ آقا بیا این مرا بزن. بیا این مرا بزن. شما یه ذره بد داری میزنی ها. آقا تا آخر پر نکن. تا آخر پر نکن شما. برو کنار دیبروینه. برو گم شو کنار. خب ای بی پدر. آقا این ور این احمق واسطه نمیشه. بیا همین ور بزن. اون پرچم رو میبینی آقا رنگو بزن همونجا. وای 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 نه. میریم سراغ بازیکن آخر یعنی این بابا بابا بیا بال جلو. همین کلیان امباپه. امباپه هم وارد چالش میشه. فوش فوش پلیس های آهنین کنار یک دیگر قرار گرفتن. امباپه میخواست ضربه چه بزنه برسه به اون پرچمه. میرسه یا نه؟ میرسه یا نه؟ بخوره 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 دیگه. توی مرحله اول هیچ کدوم از بازیکن‌ها نتونستن پرچم کرنر رو به لرزه در بیارن. پس دوباره از اول شروع میکنیم. آقا بزن دیگه خدا شاهده. مسی بزن دیگه. وای 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 خورد 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 خورد. نه چرا کات میگیره تو من موندم. نه چجوری نخورد؟ از کجاش رد شد؟ تو رو خدا صبر کن. آجی از کجا یه رد شد؟ آجی به پرچم خورد. دقیقا توی پرچمه. مسی امتیازشو میگیره. مسی تونست این چالش رو انجام بده پس سراغ چالش بعدی میره. حالا دوباره نوبت رونالدوه. به خدا میزنی رونالدو. به خدا زد. مطمئنم زده. تو همون اولی رو میزنه رونالدو. رونالدو در اولین فرصتش پرچم کرنر رو تکون داد. پس به دنبال مسی به سراغ چالش بعدی میره. و حالا دوباره نوبت ارلینگ هالند میرسه. آی ارلینگ هالند مردان آهنی نیستی شماها. مسی و رونالدو رفتن منتظر شما نموندن. دارن میرن همینجوری بالا. ارلینگ هالند ضربه‌ش رو میزنه. با دایره زدم ولی بیرونه. به خدا میزنی هالند 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 هالند. آقا یه کاری کن اصلا فقط شما پرچم کرنر. آها من دایره فقط مربع فقط زدم. رد نشود. خیلی فاصله داشت. حالا نمیتونه کاری بکنه و از مسی و رونالدو عقب میمونه. میریم سراغ امباپه. ها حالا میرسیم سراغ امباپه. ببینیم که میتونه از این فرصتش استفاده بکنه و پرچم کرنر رو به زد. آجی زد 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 نو. نه ریدی این بارو ریدی.
خورد نخورد. چوب از کجا رد شد په؟ آقا به خدای خورده. آجی این خورده. گوه میخوره. خورده. تاییدی میشود. توپ با میله برخورد کرده. پس امباپه هم به مرحله بعدی میره. لیونل مسی گل از کورنر. خیلی خوب، لیونل مسی بعد بیاد کورنر رو تبدیل به گل بکنه. سه تا فرصت داره و اینکه دروازه‌بان نیست، اما دفاع جلوی تیرکو گرفته. ضربه لیونل مسی به سمت کورنر، از روی سرش تیر دروازه. بار دیگر مسی کاتشو میخواد بده سمت دروازه. آیا این گل میشه یا نه؟ تیر. آخرین فرصت مسی. گل نمیشه و تیر. مسی توی چالش کورنر ناموفق بود و به سمت رونالدو میرویم. بعد حالا کریستیانو رونالدو مسی که کورنر خودشو بزنه. یه رونالدو کاتش کمتره، واسه همین خیلی نباید فاصله بدیم با دروازه. اینو بزن گل شه دیگه رونالدو. خب بزن بره توی تو گل شد. اگه دفاع زده باشه گل حساب نیست. قبل از گل دفاع زده باشه حساب نیستش. بله قبل از اینکه تو گل بشه دفاع زده باشه زمین حساب نیست. وای رونالدو هم همچون مسی ناکام بود. پس میریم سراغ ارلینگ هالند. آقای دی بروینه به خدا بگیر میذارم تو سرت، به خدا بخوره بهت میذارم تو سرت، گمشو کنار. آقای محترم همه رفتن، حالا تو میخوای هی وایسا. همه رفتن دارم میگم بهت، بزن بریم. میخوای بزن میخوای ندن، ولی ندنی من میرم. به من چه اصلا به من ربطی نداره، اصلا به من ربطی نداره که تو زدی. حالا هم با خوششانسی به امباپه و مسی و رونالدو میرسه. میریم سراغ امباپه. حالا نواسی که ریال امباپه میرسه. اگه امباپه اینو گل کنه، گفتم از مسی و رونالدو حتی میافته جلوتر. حالا امباپه پشت قرار گرفته، میتونی این کورنر تبدیل به گل بکنی یا نه؟ امباپه نه، تیر دروازه. این گل خدایی دیگه، خدا این گل چه بری. من دارم پاره میشم خدایی، جدی دارم میگم. اینو برو دیگه توی گله. امباپه این ضربه رو زرد، توپه همینجوری رفت روی هوا چرخید و با فرود موفقیت آمیز روی تیر دوم به گل تبدیل میشه بدون اینکه بهش کس بخوره. پس امباپه از مسی و رونالدو رد میشه و به چالش آخر میرسه. لیونل مسی همین اولی رو میتونه گل کنه و بره به دیدار امباپه در آخرین چالش. یا تیر خدا این باید گل بشه. این گل نه بابا نگیرش، چون بازیکن نفهممون و از زمانی که توپ گل نشد گرفته شد از اول. اینو گلش میکنیم. این گله مسی بدون اینکه به کسی برخورد بکنه توپ وارد گل میشه. پس لیونل مسی به دیدار امباپه در چالش آخر میره. و میریم سراغ کریستیانو رونالدو. رونالدو میرسه که ضربه کورنرشو تبدیل به گل بکنه. آیا میتونه همین اولی رو گل بکنه؟ نه اصلا اینجوری بزنه رونالدو چی میشه؟ آیا گل میشه؟ نه تیر دروازه. برو گل نمیذاره. رونالدو از دیدار مسی و امباپه جا میمونه و میریم سراغ ارلینگ هالند. اگر بتونه گل کنه از رونالدو جلو افتاده و فقط رونالدو اینجا میمونه که هیچ کسی رو نداره. بره دیگه خدایا بره این توی دروازه. بدون اینکه به کسی برخورد بکنه توپ تبدیل به گل میشه. پس ارلینگ هالند به مرحله آخر میره و اینجا رونالدو که از همه عقب مونده و نوبت کلیان امباپه میرسه. اگر کلیان امباپه بتونه این ستا رو، یعنی چالش تیرک رو ستا پشت سر هم انجام بده، بدون اینکه نوبت هیچ بازیکنی برسه، برنده این دیدار خواهد شد. تیر اول زد. ببین یه جوری ما باید بگیریم که احتمال اینکه بخوره تیر عمودی و افقی دوتاش رو هم دیگه سوار باشن. تیر بعدی هم میزنه این باپه. وای اگر این ضربه هم بزنه تمام چالش و میبره. نه دیگه نزد، دوباره از اول شروع میشه و بریم سراغ لیونل مسی تا چالش آخر رو انجام بده. تیر اول خیلی حساسه، سه تا تیرک زیاده. هیچی نگو. وای خراب کرد. مسی هم نمیتونه برنده بشه و میریم سراغ کریستیانو رونالدو. بار تو از همه عقب موندی، همه رفتن تو موندی فقط. بزن بره دیگه آقا، بزن بره خدای توی گل، توی دروازه رونالدو. بدون اینکه تو به کسی برخورد بکنه مستقیما توی دروازه جا گرفت. پس رونالدو همراه با بقیه بچه‌ها به مرحله آخر میرسه. اما نوبت هالنده. خیلی خوب ببینیم که هالند میتونه توپ رو به تیرک دروازه بزنه یا نه. ارلینگ هالند میزنه اونه. همین اول خراب کرد. میریم سراغ امباپه که دارم رد میدم. بزن تیرک. بارکلا این دقیقا این تیرک، به خدا این باید بخوره تیرک. ماشاءالله دومین تیرک. اگر اینو بتونه بزنه تیرک کار تمامه. واقعا تمرکز کردم.
وای 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 نه میرم سراغ لیونل مسی. زیاد زدم ولی اینو زد زد زیاد زدم دستم رفت. تیر دو تا تیر پشت سرم. تمام میکنم چالش ها مسی و به تنها فوتبالیست آهنین تبدیل میشه و جمع بالای سر میبره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشه. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایک و سابسکرایب کنید. یوتیوب فراموش نشه باعث انرژی دمتون گرم. فعلا تا ویدیوهای بعدی.